سلام، برابکس یوتیوب، سوال اقتصادی هستم. براتون امروز اپیزود ولنتاینز رو داریم. حالا نمیدونم اگه سر وقت بیاد بیرون یا نه، ولی این اولین عشقمه، اینم آخرین عشقمه. مامان بزرگم، مامان جون، از 207 سالگی به بعد دیگه نشمردیم چند سالشه، واسه همین 207 سال پلاسه. مامان کنم 4 سالشه. مامان جون خودت معرفی کن. خانم نامجو دیگه مرد نامجو، الان بابایی. خب بابا بگو. تنها زن شوهر ندارم، دنبال شوهر خوب میگردم. شوهرم فوت شده، منم شوهر نمیخوام، حالا من خیلی خوبه. به خانمایی که چیز ندارن بگو. ما خب که درست بشیم بابا، لطفا. به خانمایی که شوهر ندارن بگو خبری نیست. چی؟ خانمایی که شوهر ندارن. ندارم دیگه. میام بهشون بگو خبری نیست، خوبم هست. آره. موافقی؟ آره. سلام، سلام. لان هپی برده منه، من پنج میشم. پنج دو مثلا ما دیگه پنج سال میشه، بله. الان که بله. بگو الان 4 سالمه. من 4 سالمه الان. اسم چیه؟ مونکا. فامیلی چیه؟ مامین بابا پاشا. فامیلی ها، آره فامیلیت اینا هستن، ولی فامیلیت چیه؟ اقتصادی. بگو اقتصادی. بگو اقتصادی. اقتصادی. ماما جو بگو اقتصادی. اقتصادی. ماما کو بگو پاپولیشن. پاپولیشن. ماما جو بگو پاپولیشن. پاپولیشن. این اپیزود میخوام الان یه خورده چند تا از لغتای فارسی رو که ماما کو بلده رو با هم تکرار کنیم. ماما کو انقدر نزدیک نشین، تمام صدا رو داری خراب می‌کنی. داری چه غلطی کردیم ماموکو رو آوردیم؟ دیگه بچه قول میدم از این بعد دیگه ماموکو رو نمیارم، چون ماموکو میخواد فقط فان داشته باشه. اگه بابای بدی باشین مثل من، بچه‌تون اینجوری لوس میشه. اگه بابای خوبی باشی، همش بچه برسین، بچه‌تون لوس نمیشه. موافقی مامان جون؟ بله. الان چیکار کنیم ماموکو لوس شده؟ پس بذاری بر خودش. الان موقع بازیشه، نه موقع بذاری اینجوری باشین اونجوری بکنه. الان اینا رو نمیفهمه. حالا نه آقا اینجا رو. ماموکو اگه یه روب اینجا بشینیم مؤدب به جایزه میدم، ولی یه بار خراب کنیم جایزه دیگه نمیدم. اوکی؟ صاف مؤدب تمیز خوشگل بشی. اوکی جایزه نمیخواه؟ من هم جایزه میخواه. شما اون 4 سال چه؟ من 400. ماما اینجور. نه ماموکو بگو ولنتاینزتون مبارک. ولنتاین مبارک. شما بگو ولنتاین مبارک. نه بلد نیستم ولنتاین مبارک. خب یکی از قسمت این داستان همینه که من یه سری چیز نکن دستم یه سری چیزایی که لغتایی که هستش من میگم. ماموکو نکن. بگو قسطنطنیه. قسطنطنیه. بگو قسطنطنیه. قسطنطنیه. اوکی نو گیفت فور یو. اوکی نه دیگه دست داریش، دیگه میتونی کم بریز دیگه خود باش. خب مامان جون من خواهم تایی داستان تعریف کنم راجع به ولنتاینز. ببین تو ولنتاینز یه چیزی که هستش، اینو بگی دست دور خود دهن نگه دار. اون کاری که لازم نداریم واقعا، همین دیگه دست نگه دار. باید اینجوری دهن باشه، اینجوری. آها عالیه. چه عروس خیلی خواهد است. مامان جو اولا شما جوان بودی ولنتاینز اینا کاری میکردی؟ نه بابا ولنتاینز کجا بود، حمالی. واقعا اصلا نیست داد داد. یه روز نشین که بابا جون بیاد گل روز بیاره، شکلات بیاره. چرا اینجا آمد بده یه دفعه برام دوام شد. اوکی برو مامان. نه قهر کردم تاش رفت شکلی برام گرفت. سعی چی قهر کردی؟ نه من عقب دیشه میاد عقب. دوام شده بود. سعی چی تعریف کن دعواتون برام جالبه. یادم نیست به خدا. ولی یه دفعه دیدم رفت دیده دستی گل گنده گرفت بابا، ولی خیلی ناراحت شدم، بوسش کردم ازش مذارت خواهید. تو ناراحت شدی که گل خریده؟ دیدم سوخ بردم مثلا. میخوای بده من نگردم برای سخته؟ نه دیدم مرد پیر بلند شده تو سرما رفته گل گرفته، ناراحت شد. آخه به نال. خب مامان جون من یه کاری که کردم، خب خیلی مهمه دیگه. بله خیلی مهمه که مثلا ولنتاینز برای اینجا خیلی مهمه، نمیدونم کریسمس اینا.
ولی من کلا خیلی دوست ندارم مثلا کادو بدم، کادو بگیرم سر یه تاریخی. یعنی دوست دارم مثلا اگه دلم میخواد برم برای تو مثلا تلویزیون که واسه خریدم. من رفتم خریدم، نه واسه تولدت بشه یا سال نو باشه. یا یعنی الان تلویزیون لازم رفتم خریدم، تموم شد. بعد من این موضوع میرفت رو اعصابم، چون من مثلا برای آدمی که باهاش هستم مثلا میگم الان تلویزیون لازم داره، همین میرم میخرم. بعد دو هفته دیگه مثلا ولنتاینز، بعد به من میگفت چرا ولنتاینز واسه من کادو نخریدی؟ بعد گفتم خب من اونو خریدم دیگه. بعد دو هفته وای میستادم که مثلا چیز شد، مثلا من این کارو دوست نداشتم. بعد چیزی که شد با النا که دوست شدم بهش گفتم که النا من یه کاری میخوام بکنم برای کادو مادو. گفت چی؟ گفتم برای سال نو، کریسمس، نمیدونم ولنتاینز، تولد، انیورسری، برای سالگرد ازدواج، تمام اینا. گفتم که آقا بیا ما برای هم دیگه طلا میخریم. طلا یه چیز خیلی باحاله دیگه. میگن نمیدونم کلاغ و زن عاشق طلا بودن و هر چیز براق و از این حرفا دیگه. مثلا جوکه حالا، ولی منظورم اینه که دیگه طلا تایه کادوه دیگه، درست میگم؟ بله. بعد من گفتم که ما برای هم طلا میخریم. اینجا هم یه طلا، در واقع یه تیکه طلا 32 گرمه که میشه یه اونس. گفتم اگه مثلا وضع خوب باشه، همه چی خوب باشه، داریم کار میکنیم و این حرفا، من یه دونه 32 گرمی برات میگیرم. ولی اگه وضع خوب نباشه 16 گرم، 8 گرم، هی کمتر کمتر. دیگه که ارزون ترین طلایی که میتونی بخری $250 تا $500. دیگه گفتم این واسه کادو مناسبه. مثلا من میخوام کادو بخرم برای زنم یا مثلا برای بچه‌م، مناسبه. $250 دیگه خرج کنی دیگه، یعنی خیلی کم هم نیست. یعنی مثلا میگم خیلی خوبه. طلای گنده هم $2,500 اونم خب مثلا خیلی خوبه دیگه. دیگه تایی کادوه حتما یادت باشم سال برای من بخری. حالا برای النا گرفتم الان یه دونه کامل هم براش گرفتم. بعد یه دونه مثلا میذارمش توی یه دونه پاکت نامه‌ای، یا مثلا چم نوارش شاید یه شاخه گل بگیرم، یه چیز کوچولی میذارم کنارش بشینه میدم. خب الان لذت میبره، بعد اون طلا رو در واقع پس میده به من که من میذارمش توی بانک. الان 7 ساله که این کارو شروع کردیم، الان 60 تا طلای کامل داریم که میشه تقریبا $150,000 to $180,000. خب این الان به نظر تو کار خوبی نیست؟ بجون که ما میرفتیم شکلات میخریدیم فراشون خواستیم بریم. نه بابا، نه بابا، این کار شما بسیار کار خوبی. ببین چون باید کمپانی شکلات با کمپانی های گل فروشی در واقع اومدن این کارو پوش کردن، ولنتاینز ولنتاینز ولنتاینز، که مردم برن کادوهای گنده بخرن. و من نمیخوام اسکل کمپانیا باشم، کمپانیا به من بگن چیکار کنم. میفهمی چی میگم؟ آره. گفتم خب ما که باید یه کادو بخریم، چون احساس بدی میکنی اگه نخری. چی بگیریم که به درد بخوره؟ گفتم خیلی خب، میام موضوع رو برمیگردونم به خودم حال میدم، به جای اینکه بیام به کمپانی حال بدم به خودم حال میدم. یه دونه واسه در واقع تولدش میشه میخرم، تولد من میشه اون واسه من میخره، همینجوری واسه هم میخریم، هی هم میزیم توی اون صندوقمون، دارم زیاد میشه. مثلا الان چه میدونم 7 ساله با همیم شده میشه مثلا $200,000. اگه مثلا ما 14 سال دیگه با هم باشیم مثلا میشه $600,000. خب $600,000 یه پول خیلی بزرگیه، میشه باشه یه خونه رو خرید. بله. ها این خونه میدونی چند الان تو؟ این خونه که توش هستی؟ نه من نمیدونم، ولی فکر کنم همون بوده باشه دیگه، 500-600,000 باشه. مثلا فکر کنم یه همچین خونه به این مشتری میشه خرید طبقه 40 برای مثلا کادوهایی که باید شیرینی میخوردیم و گلایی که خوش میشد میرفتیم دوزمین دخم سلاش خواهد. حالا تو یه نظر تو بده واسه آدم هستی که دنیا دیده است و مثلا چندین سال زندگی کردی تو این دنیا، از جنگ جهانی اول بودی تا الان. خب بگو که ببینم نظرت چیه راجع به این؟ یه دوتا درس بده به بچه از زندگی. نه مالوز کارش تو بسیار خوبه، ولی خب شما فکرت خوبه، همه مردم که مردای دیگه بابا الله ما تا که زنده ایم الله میخوایم چی کار کنیم فلان. خب اینو تو یاد بدادی، چون من کاری که دارم میکنم همینه، من این برنامه رو میذارم که بچه های جوانتر اینا رو یاد بگیرن، از اشتباه های ما فرار کنن، از زرنگ های ما کپی کنن. آره. تو الان یه توضیح بدادی، یه دقیقه حرف بزن راجع به این موضوع، چیزی که الان شنیدی. تو که نمیدوستی تا حالا من این کار رو میکنم، بهت نگفته بودم. نه خب حالا مثلا نشنیدی نظر تو بگو، یه دقیقه میخوام اینو ضبط کنم داشته باشم برای بدنم که بگم چی؟ نظر تو بگو دیگه، نظر چی راجع به این کار من؟ بسیار خوبه، کار بسیار بسیار خوبیه. خب مامو کو بیا خدافظی کن بچه‌ها. بگو بچه‌ها من دیگه میرم بازی کنم.
بچه ما میرم بازی کنم. بگو ولنتاینتون مبارک. ببرنج مرتق. پولاتون نریزین دور. پولا نریزین دور. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. لطفاً سابسکرایب لطفاً. ای جون. I love you بابا. بابا نظر جای موموکو چیه؟ من پدر بدیم یا پدر خوبی هم؟ پدر خوبی هستی. من زیاد از اون موقع که موموکو داره درست میکنه اینا من زیاد کنه شما نمیان. نمیدونم چجوری رفتار میکنه. داره خیلی خوبه. راضی هستی؟ خبره خوب میشته یا ترقشی اینجوری را جون؟ نه. اگه کار بدی میکنم باید بهم بگی که بهتر کنم خودم. نه بچه خوبیه ماشالله. موموکو که خرم. دیگه اون اگه حال نکنه کی حال کنه واقعا. گفتم دو تا حالت داره. الان ولنتاینز یه مردی میاد خونه گل و شکلات نخریده، حالا یا عروسک یا هر کوفتی که اون طرف فکر میکنه مهمه، اون خانوم باید چیکار کنه با این مرد؟ منتظر بوده تمام روز که یارو بیاد یه گلی بگیره، حالا یا یارو یادش رفته یا نمیخواد پولشو بریزه دور، بعدش میاد که بره فلانقدر خرج کنه که فقط زنش بگه چیکار باید بکنه اون مرد؟ اون زن باید چیکار کنه به نظر شما؟ زن پس گذشتونه دیگه، چیکار یه دفع شده دیگه چیکار کنه؟ شومده دیگه زندگی که با این برنامه نیستش که اینجا خب زندگی این برنامه نیست، ولی من میدونم سر این مثلا میتونی دعوای سنگین بشه، دو روز به هم بکوبن نمیدونم فلان. نه اینا این کارا کارا آدم های سلام خیلی چه میدونه دهاتی؟ نه دهاتی نه، خیلی آدم های کم شعور هستن که زندگیشون رو برای مثلا یه چیزی یه گولی یا یه چیزی به هم میزن. آورد دستش درد نکنی، نه آورد خدا پدرشو بیامرز. تو زندگی خودت هم ریختی بودی؟ چی ریختی؟ مثلا بابا جون برای تولدات همیشه باید کادو میخرید یا اصلا نه؟ نه بابا تا کجا کادو میدونست چیه؟ خب شما ولنتاینتون چی بود اون موقع؟ الان خیلی همه چی؟ این الان انقدر فیلم ها تأثیر گذاشتن؟ اصلا ما نداشتیم همچی چیزی. خب نمیگم الان زمان ما خیلی از این جوریه، خیلی فیلمیه، باید برسیدم نه ولنتاین برنامه درست کنی، رستوران خوب بگیری، رستوران ها هفته یا ده روز مونده ولنتاین تمام رستوران ها پر شدن. چیکار باید به نظر تو الان امروزی ها چیکار بکن که از این در بیان؟ خیلی چقدر فیلمی شده. بعد تو میگی تو زمان شما هیچی نبوده یا از هیچ چیزی رسیده؟ همه چی هر... نه مثلا ما یه چیزهای دیگه داشتیم، اینا یه چیزهای دیگه دارن. خب چی داشتی شما که مال روز جشن دودول بابا جون و پرتقال شما بود؟ مثلا دور همی نشستن. دور همی دودول بابا جون چیکار میکردی؟ قضا میپختیم، دعوت میکردیم، میامدم نشستن با دودول بابا جون؟ نه میگم چه جشن بود واسه دودول بابا جون و پرتقال جنابالی؟ خفه شد. خب نه واقعا میگم مثلا جشن ولنتاین واسه اینه که من و النا هم دیگه رو ماچ کنیم، لب بگیریم، النا لباس سکسی بپوشه، من گل بپاشم. شما چی داشتین؟ اونجوری نبود اصلا. از این برنامه گل نمیدونم. اوکی رمانتیک ترین کاری که بابا جون برای تو کرده چی بوده تو زندگیت؟ سکسی ترین رمانتیک ترین کاری که بابا جون کرده؟ اومدی خونه مثلا دیدی همه خونه رو گل پاشیده، نمیدونم چشتو بس بردت مسافرت؟ مسافرت خیلی برد، ولی از این چیزا بلد نبود که گل بپاشه. ولی مسافرت خیلی تو چی؟ تو واسه گل پاشیدی تا حالا؟ نه. خب دیگه تو چرا نکردی؟ نه اصلا هیچ که نمیکرد که منم بکنم. نه. مسافرت میرفتیم، گردش میرفتیم، تفریح میرفتیم، همه چی چیزایی که اون موقع مثلا همه میکردن ما میکردیم. الان دیگه نمیدونم هر روزی یه جور مود میشه. الان دیگه همه چی بر من تموم شده است. بگو داگی استایل میکردین. چی؟ بگو داگی استایل میکردین. نمیفهمم چی میگی. بگو داگی استایل. داگی استایل. داگی. دادی. استایل. سایل. میکردین. برو برو نمیخوام این حرف بدیه مثلا. نه اتفاقا دخترها خیلی دوست دارن. میگن که بهترین پوزیشن دختر هست. وقتی دختر یه دستشو میذاره زمین یا پشت کونشو میکنه طرف آقاش. شبیه سگ اوه میگن داگی استایل، یعنی استایل سگا. شما مثلا که خیلی طرفدار داگی استایل نبودید. خب نه از اون نبود. خب بعد یه سوال دیگه بفرد. شما تو اون زمان بله بابا جون میومد خونه مثلا میخواستین کار مثلا چیکی بنگ بنگ بکنین،
چطوری بود؟ مثلا میگم دستتو میمالو میگم خانم چطوری؟ شما خیلی خوشگل شدی امروز. اصلا خوشگل مشکلی یا چی؟ فقط من دامنه میزد بالا خم میکرد؟ خوشگل مشکلی حرفی نبود. مرد سالاری تا دسته ها؟ میگم مرد سالاری تا دسته بوده ها؟ آره بابا دوزی بوده دیگه نه؟ ببین ولی من از من نه اون درسته نه اینی که الانه که همش باید رومانتیک باشه همش باید با موزیک و لوازش و احساسات باشه من نه اینو قبول دارم نه اونو ولی نشون میده که طبیعی. خب طبیعی چیه؟ من خواهر بهش برسم طبیعی چیه؟ نمیدونم مثلا تو که میکروفون رو نمودی خب حرف زندگی رو چشمم درد میکنه بچه با چشت چیگاه داری؟ اینو نگه دار نمیدونم هر کسی یه جور دیگه چه میدونم چی میکنم چیزایی از من میپرسی یا خدافزی کنم؟ نه زود هرنوز خب من برام جالبه آخه مثلا میکنم شما الان برای مثلا دوست دختر 100 تا کار خوب میکنی بعد یه ماه یه دو ماه یه سال یه کاری نکنی انقدر غر میزنه انقدر ناراحت میشه اینا لوس شدن پر رو شدن خب باید چیکار کرد اگه نکنین که میبینی میشه بابا جون گره خر تمام زندگیش 88 سال یه بار کار قشنگ نکرده از اون ور میای میبینی ما هر هفته کار قشنگ کردیم ما رفته تو پاچمون خب کدومش درسته کدومو انجام بدیم همون در حد خودش کم نه زیاد خب کم چطوری میشه؟ یعنی یه ولنتاین بکنی دو تا ولنتاین نکنی؟ نه بکنید یه کمتر نه دیگه برید حالا اینو خریدید اونو بخرید اینجا بریم اونجا بریم نه یه کادو من باور دارم دخترها مادی شدن اون که 100% یعنی دختره میخواد چیزی بگیره که احساس خوبی بکنه وگرنه احساس خوب نمیکنه احساس خوب نکنه حتما مطمئن میشه که دهن شوهرشو سرویس کنه آره با الان همه چیز با پوله پول نداشته باشه هیچ کاری نمیتونه بکنه یعنی من پول داشتم خوشبخت میشم؟ نمیدونم شاید بشه من فقیر دوست دارم بمونم همینجوری که هستم پول داری به من کمک کنی خورده؟ متاسفه کله مرمان درست کم یه پولی بتیقم فردا ولنتاین زده باید گل بخرم فردا ولنتاین زده؟ آره بس که یادت نره گل بخر با کادو هم روش باشه نه دیگه من طلا خریدم دیگه خب برای النا خریده به من چه؟ خب باشه دیگه یعنی چی به من چه؟ اصلا به تو چه حرفی داشتیم وسط؟ میگم برای النا ولنتاین برای زن شوهرته خیلی خوب شالا مبارکتون باشه مبارکه نباشه من از دهنم سوی شده پول دادم الکی خریدم یه تیکه آهن بندازم تو کشو باشه همون آهن یه روز میشه چه بهترین چیز خرید آره اولش که میخریدیم 1300 دلار بود یه دونه 32 گرمی الان 2600 دلاره دو برابر شده مامان جون الان که میخرم میگم کاش اون موقع بود دو تا میتونستم بخرم من بدبخت بگو چقدر طلاهام میخواستم بیام کانادا همه رو فروختم همه رو فروختم الان انقدر پشیمونم خیلی هم طلا داشتم پس ما منتظر بودیم شما سر تا بذاری بالش به ما طلا برسه طلا دیگر کنی؟ طلای در کار داشتم پس دیگه بابا جون به خود برس خود استفاده کنی وقت نمیری نه دیگه هیچ نه هم فقط خودم هم و خدافظ اون زمین ها چی میشه اگه چهار تا کوه داری تو ایران؟ اونا رو گذاشتم برای قلو بعدا بالاخره یه چیزی میشه بده بریم توش حقیقت کوه بازی کنیم نصیب چیشه نصیب قسمت چی بشه یه برادر داشتی درست میگم؟ برادرم فوت کرده اه؟ بله که؟ پیرارسال اخ 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 پس چرا اصلا ما ندیدیم تا ناراحت بشی بگی برادرم عشقم اصلا برادر دریوسیت کیه که ما یه بار ندیدیمش؟ چه ما برادر تو یه بارم ندیدیم دارا؟ ندیدم من؟ خب ما رفت اومده نداشتیم با ما با برادر یه بار نرفت رفت نشدی؟ خب می اومد خونه ما شما نبودی چه جالب آره من برادر بابا جون برادر داشت؟ سه تا گردنشون تبر نمیزد عجیبه که چقدر با خواهر برادرتون دور بودین با اینکه آدمای قدیمی هستین و فقط بین اینا بزرگ شدین دلیلش چی بوده؟ به محصه اینکه ماشین ها اصلا فرار کردین؟
مشلانات ماشین و از این ماشین رو تونستین اصلا دور بشین؟ دور شدین؟ دور شدیم دیگه. من فکر میکردم قدیمی ها مثلا با خواهر برادرشون خیلی میرسیدن. آخه من خودم شخصا فامیل زیاد نداشتم، یه برادر داشتم. خب دلیل بیشتر که به خودت برسی دیگه. ما چقدر شما بزن رو سرم میگم حلوا حلوا. نه نه نه، یعنی که تو 5 سال یه بار میمونی ما ببینیمش تایم سقف از کی بمیره. حالا تو رو کجا پیدا کنم؟ اون موقع که اون بود دنبال دخترها بود. من همیشه دنبال دخترم، دخترها نیستن دیگه. اگر دیگه من همین خواستم راجع به ولنتاین صحبت کنم. بچه‌ها خلاصه دیگه من برای ولنتاین کاری که میکنم گفتم. برای کادو یه دو سکه میخرم، سکه رو میدم به من، به کسی که ولنتاین زمه سکه که میگیره بد بشه داگی استایل. آو حواست باشه هره که یه دنبال سکه نباشه و بیفتی تو تخت. مامان جو الان که تنهایی و اینا ولنتاین هست، اگه میخوای یه پیغام بفرست بگو، اگه یه مرد سیاپوست ماشالله هست بگو بیاد. نه مرسی، خیلی ممنون، تبریک کن به نم امه جانه. میدین که امه جانه میخواد این رو ببینه؟ امه حواست باشه چه با طرف میزنه. پشتت همیشه همین داره میگه امه. امه جان. امه جان، یه بدون امه بزرگرم داره میگه. حالا اینا رو نبینن اونا. چرا نبینم؟ اگه کورن آفکارس این میبینه، خودم کی میبینه؟ به یاد فوش خوار مادر دادی میخوای نبینه؟ خب میکروفون تو دوست داری؟ چیو؟ میکروفون تو آره. چیزی که باش کیک میزنه. آره خیلی خوبه، فردا نهار کیک درست میکنم بخواه. خوبه ولنتاین دست میتونی بفروشی. آره بچه خوش. مامان جون تا حالا بیزنس دو بیزنس چیکار کردی تو زندگیت پول در بیاری؟ خیلی کارا کردم. خب بگو یه دو تا شو که بامزه بوده اینو بگو میخوام داشته باشیم. دو تا کاری که کردی پول در آوردی؟ بافتنی میبافتم، بردن خیابون گاندی میذاشتم. کامل میدوختی؟ یعنی یه لباس کامل رو میدوختی؟ سونو سین؟ نه بافتنی. بافتنی یعنی چی؟ یعنی پش؟ با میل میبافتم. خب میدونم چی میبافتی؟ رومیزی؟ پولیس. او لباس؟ لباس لباس بالاتنه. آره. نه بابا، بعد میدیدی میفروختی گاندی؟ آره. مثلا چقدر میزی تولید کنی؟ چقدر میشه یه دونه درست کنیم؟ شیرنی میپختیم با ندا دختر آقای بشیری، جعبه میزدیم میبردیم میذاشتیم سلمانی شیرین، همه رو میفروختیم. نه بابا خدا چه بابا، مثلا نمیستم اینا رو، چون من یادمه تو یادمه توی خونت شیرینی درست میکردی به منم یاد میدیدی، منم یاد گرفتم درست کنم. و همیشه مثلا سوال بود تو مغزم که مامان جون چقدر شیرینی درست میکرد؟ چون میگم مثلا چرا خانم امروزی اینقدر شیرینی درست نمیکنه؟ پس نگو میفروختی. آره جواب مثلا با ندا شریک بودیم. من کنم ندا کیه؟ تمش کنم. خیلی سخت شیرینی پختم. یادم میمونم با هم میپختیم توی آشپزخونه، یادم من اجازه میدیدیم. آره خیلی سخته. چم از اون کارا کردیم. پس بافتنی فروختی؟ حیاتیه میکردم، پول گرفتم. خیلی کارا کردم. جوونیت کار میکردی یا نه؟ بعد که بابا جون ورشکست شد کار کردی؟ نه از جوونی اهل کار بشه. آه بعد دوست چی کار کنی؟ در واقع مثل من؟ آره آشه تو که خیلی سرش تو کار میکنه؟ من خیلی چی کار میکنه؟ میخورم علم ما اینجور میدونستی اگر تو به بابا جون نمیدادی مومو کنه بود؟ آره یعنی اگه این نبود اینم خالی بود، اینم خالی بود. دعوت گرم که به بابا جون اون شب نه نگفتی. آره اون شبی که ننه اونو زاییدی. نه قیمت بچه ها تا نمیخوای بکنی؟ نه حال میده ها، اینجا میبینم میخندی. نه هیچ کدوم اون حرفی که پشت سرشون میدادی نمیخوای اینجا بگی؟ اصلا حرف پشت سرشون نمیدادی. هایی دروغ خدا. همیشه میگی شیرین خره؟ شیرین؟ شمهشون خوبه، هیچ خودمشون بد نیستن. پس چرا میگی شیرین خره؟ کی من گفتم شیرین خره؟ همین الان زرز دبت شد از شیرین خره. شیرین خره، شیرین خره، شیرین خره. این کار اون جز میترسن بری و خوشمش نمیخوره؟ نه بابا بشن دیگه نماش بیمه داریم. دیگه بیمه اوم کردم اوم کرو. میدونم. بیمهشون بله شادی.
آره پولش میسته شدی. نه اون که ببینه من هستم، اگه من و اون که با هم ببینیم میرسه بشه. دور ازشم خدا نکنه من به باش بخور تماشا بریم. امیدوارم همین امروز که با تو خدافظی کردیم من و اون که چپ کنیم ببینیم. خدا نکنه لاش ایشالله چه دهنه کشی دارید. اولا که خدا وجود نداره، دوم هم همونجه لالشی. من تجربه ببینم تا اینکه لالشم. من بدترین شو بپرسته. بعدش هم این که چرا به خدا باور داری هنوز؟ من همیشه به خدا اعتقاد دارم، بهش باور دارم، ایمان دارم، دعا میکنم، دعا میکنم. حالا تو بی ایمانی، بی دینی، دیگه اونو به من ربطی نداره. منظور اینکه من عاقلم به تو ربطی نداره؟ عاقل؟ اگه عاقل بودی خدا رو میشناختی؟ هستم، شناختم دیگه. خدای توهمیه که محمد درست کرده که مردم رو گول بزنه. توهم مادرت هم تازه این کلمه زیاد استفاده میکنه، خیلی دهنش رو چاکش دیگه. دیدی زرزد و شیرین اینه. من هیچ رخ نمیگم. شیرین خره. آقا همین، من میخواستم یه ولنتاین رو به همه تبریک بگم. خودتون رو بی‌ناموس نکنید سر اینکه کمپانی های شکلات و کمپانی های گل و کمپانی عروسک فروشی یا عروسک سازی پول دار بشن. به فکر خودتون باشین، گول نخورین. یه زمانی بود همه دنیا میگفتن زمین صافه به خاطر همین آدمای دینی اسکل که باورشون به خدا و چون خدا گفته بود زمین صافه. دیگه همه مجبورن، خدا گفته بود زمین خورشید داشت میچرخه، بعد که فهمیدن زمین داره خورشید میچرخه به انابو افتاده بودن که چیکار کنیم. توی کتاب روحانی ما اشتباه گفته تا 100 سال 200 سال مردم هم کشتن و اینا، ولی بالاخره دیگه اطلاعات ما بیرون فهمیدن دیگه نمیتونن درمش کنن و شما هنوز به این مزخرفات باور دارید. دمت گرم. ما همیشه خلق تو علاقم میدیم. خب نباشید دیگه، خلق دنیا آمدیم آقای خود بهتر از بین بریم، اسب بریم به جای اولا یه خورده فقط بهتر باشیم. حالا درستم که تو نماز نمیخونی و روزه نمیگیری و روزه تو برشی ما رو تشکر میکنیم. اگه میتونستم میکرد چه خدای تخمی داری که قدرت نماز خوندن از تو گرفته. دم این خدا گرم آقا. آره آقا دواسه گفتم دیگه، به خودتون برسین، به این داستان ها مزخرف ها سکن باور نداشته باشین. از ولنتاینز تا خدا خودتون رو برسین. دنیا دو روزه، چند که این جسم رو لذت ببینیم. یه ویدیو دیگه دارم با مامان جون دقیقا راجع به همینه که دنیا دو روزه بعد از این میاد بیرون. لطفا لایک و سابسکرایب کنین، کمکمون کنین زودتر. من پس وقت مردم دیگه نیستم اینا. همین الان زحمت میکنیم. دمتون گرم. چاکس 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 دمت گرم.